راجع به خونریزی قسمت خارجی چشم شما یا سابکانجانکتیوال هموریج صحبت بکنم. شاید تا حالا براتون پیش اومده باشه که صبح از خواب بیدار بشید میبینید قسمت سفید چشمتون قرمزه، مثل این عکسی که اینجا گذاشتم. علتش چی میتونه باشه؟ خطرناکه؟ باید سریع بریم دکتر یا مشکل خاصی نیستش؟ بذار اول توضیح بدم که چه اتفاقی میفته. اگر این کره چشم شما باشه، دور کره شما یک مشمع هست، مثل که گذاشته باشه شش داخل مشمع، و این به این قشا میگن قشای ملتهمه. این دور تا خیلی شفاف و دقیقا مثل همین پلاستیک میمونه. بین این قشا و سطح چشم شما عروق ریزی وجود داره که باعث خون رسانی به این قشا و چشم شما میشه. هر از گاهی این عروق خود به خود پاره میشن و باعث میشن که خون ریزی شکل بگیره و تصاویر مثل این یا خیلی وحشتناکتر مثل این اتفاق بیفته. بنابراین جای نگرانی نیستش. مریض ممکنه درد مختصری حس بکنه، ممکنه احساس بکنه جسمی در داخل چشمش هست، اما چی باعث بشه این عروق پاره بشن؟ چی باعث بشه این رگ‌ها پاره بشن و این خونریزی اتفاق بیفته؟ علل مختلفی داره. شایع‌ترین هاش عطسه کردن مکرر، سرفه کردن ها، استفراغ یا زور زدن زیاد، مهمتر از همه فشار خون بالا هستش. علل دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل اینکه چشمتون رو بمالید، ضربه خورده باشه، جراحی چشم کرده باشید، لنز تماسی داخل چشمتون داشته باشید. همه اینا ممکنه باعث خونریزی داخل چشمی بشه. اما چه عواملی میتونن باعث بشن این اتفاق شایع‌تر بیفته، بیشتر بیفته؟ کسایی که دیابت دارن، کسایی که فشار خونشون بالا هست، کسایی که قرص های کننده خون میخورن مثل آسپرین، وارفارین، کومادین، زیرالتو، هزار تا اسم و برند داره، و بعضی از عفونت های ویروسی مثل کرونا هم ممکنه زمینه ساز این خونریزی ها بشن. حالا چه کار میشه کرد؟ چه کار میکنیم بکنیم پیشگیری کنیم؟ مهمتر چیز اینه که چشمتون رو نمالید. مالیدن چشم میتونه این کار رو بیشتر بکنه، و با پزشکتون صحبت بکنید اگر اون داروها رو مصرف میکنید، و ببینید آیا امکانش هست که داروتون قطع بشه یا به داروی دیگه تغییر داده بشه. نکته ای که باید اشاره کنم این هستش که داروهای ضد درد مثل پروفن، ناپروکسن، اینها هم ممکن هست باعث زمینه سازی خونریزی زیر ملتهمه بشن. تشخیصش هم وقتی اگه این مشکل براتون پیش اومد، قدم اول این هستش که با پزشک عمومیتون صحبت بکنید، فشار خونتون چک بشه یا آزمایش چکاپ بدن، مطمئن بشن مشکل انعقادی ندارید، چشم پزشکتون هم سر فرصت ببینید تا یک معاینه کامل انجام بشه. اگه فشار خونتون بالا هست، باید فشار پایین بیاد. برای درمانش هم مهمترین کار اینه که صبور باشید، کار خاصی نمیشه کرد. معمولا بین 7 تا 14 روز طول میکشه تا این قرمزی کامل از بین بره، و اگر سوزش دارید یا احساس به چیز داخل چشمتون هست، از قطره های اشک مصنوعی میتونید استفاده کنید. امیدوارم که مراقب چشماتون باشید و پاینده باشید.